امروز عیبدار کننده دولتی کارمند دادستانی کلی تاجیکستان رستم تقدیرزاده در نسبت دو ادوکات بزرگمهر یاروف و نوردین محکموف مجازات طلب کرد و از دادگاه شهر دوشنبه طلب نمود که با بزرگمهر یاروف 25 سال و با نوردین محکموف 23 سال زندان داده شود و در محبس نظامش سنگین این دوره جزا را پسی سر کنند و همچنین طلب نمود که بزرگمهر یاروف 3 سال از حقوق کار در همچون رهبر در ادارات مختلف یعنی محروم کرده شود. مرافی دادگاهی بزرگمهر یارو و نوردین محکموف با ماده های 307 و 307 پریم 1 و 189 کادکس جنایی یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی دینی و دعوت به تغییر ساخت کانستیتوسیونی جریان داشت. معظم قادر و وکیل دفاع یارو و محکموف به دعوای عیبدار کننده دولتی اظهار ناراضیتی کرد و در سخنی آخری خود از دادگاه خواست که نسبت زیر حمایه هایش به طور عادلانه و منصفانه رفتار نماید. با توجه به این همه معظمه قادره و از قاضی خواست که هنگام برآوردن حکم از عدالت کار بگیرد. پیوندان بزرگمهر یاروف طلب عیبدار کننده دولتی را بی‌رحمانه خواندند. چون اکی پرکرار 25 سال حکم میکنه بچه من پیامر نگریتای بپرونه همه را با آوازی خوش قبول میکرده ای دارد در خونش قبول نکر باده با وقتی چاکو کاری خون ایچ شکل زیدی دولت برای یادم. بزرگمهر یارو وکیل دفاع معروف که از حقوق های 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای دفاع از آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی اول اعلان کرد که یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است، ولی مقامات تفتیشاتی بزرگمهر یاروف را در ماه دسامبر سال گذشته باز به سه ماده دیگری کادکس جنایی از جمله دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانستند.